زندانی کرده من این تو. بابا یکی به داد من برسه. گامبو چه خبره گذاشتی رو سرت جرا؟ چیا؟ آقای جابر شما این؟ کوروش تو موال چه کار میکنی؟ من حبسم کردم این تو. کی حبس کرد؟ آها حتما تو را بامشاد حبس کرده. خوب کار کرده. تا تو باشی دل یک جوان نشکنی. برای چی بهش گفتی خواهر تو را نمیگیرم؟ آه؟ اشکال نداره. الان من تو را میارم بیرون. برای که مشکلات دیگه یک جور حل شد. من با بامشاد قراره که من خواهر بامشاد بگیرم همه مشکلات حل بشه. تو هم بذار برو یک جای خودت گمگور کن. بذار من با خواهرش ازدواج کنم. آبها از آسیاب که افتاد بعد اگر دلت خواست پاشو بیا خونه. برو سری برو. شما گفتین چی کار میخوام بکنی؟ میخوام با خواهر بامشاد ازدواج کنم. تازه به قراره که بگم من کوروش هستم پسر پیردوز. کی این برنامه رو ریخته؟ اردل دیگه. اردل؟ من میرم خودم رو گم و گور میکنم. شما قلم کاغذ داری جیبت؟ بیا برای چی میخوای؟ بیا بیاینم خودکار. خب عصبانی هن اونا حق دارن. اردل و بام شاده نامرد، من میرم با چند تا قلچماق بر میگردم. یه نصیحت دوستانه هم به شما بکنم، شما هم خودتو گم و گور کن، چون من برگردم دیگه هیچی رو نمیشناسم. برو بینیم بچه هنوز جوجه ای. هتا تا خیال کرده اینجور علکی هستم جوجه. از سرش رو در بردن دیگه. اگه حالی ازتون. سلام. سلام. ببخشی شما میدونی منزل آقای پیردوس کجاست؟ چطور مگه؟ من کارمند دفتر نمایندگی فروش هستم. خب؟ میخواستم یه سری تعدادی دستگاه سفارش داده بودن. خب؟ خواستم بگم امشب میرسه. کارت وی آی پیشون رو هم آوردم خدمت. کی سفارش داده؟ آقای ساعد هدایتی. یه سری یخچال و تلویزیون و لوازم خانگی سفارش داده. همینجاست، منظرشون همینجاست. یه پیشنهادی بهت میکنم. اگه صحنه های اکشن رو بزن بزن دوست داری، برو این تو بمون تا من برگردم. به اون اردل و بامشاد گامبو بگو کوروش رفت برمیگرده. خب؟ چطور مگه قربان؟ شون خیلی داری صحبت میکنی. همون تو بمون، من بهت میگم من برمیگردم دیگه. اگه دوست داری بزن بزن، اندازه همه عمرت بزن بزن میبینی. فقط بهشون بگو. کیه؟ منم کوروش پسر آقای پیردوز. بله برو بر پیلاز. سلام آقای ددی. سلام ددیم. حال شما خوبه ددی؟ ددی چیه؟ من کوروش هستم پسر آقای پیردوز. پیچ پیچی حال شما خوب است؟ خیلی ممنون. مرحمت شما زیاد است. خدمت شما، قابل شما را ندارم. بفرمایید. خیلی ممنون. بله خوبی بابا جان، پدر من، خوبی بابای من هستم. و به هرچه من عذاب میگشم در روزها کار میکنم، زحمت میگشم، پیرتر میشم، این بابای من روز به روز بزنم و تخته جوانتر و شادابتر میشم. ماشاءالله. ببخشید معلومه اینجا چه خبره؟ ببخشید نگه آقای پیردوز چند تا پسر دارن؟ کیه؟ سلام. سلام علیکم. ببخش شما دیگه کی هستیم؟ بنده اسمم کوروشه. شما پسر آقای پیردوستین؟ بله، البته آقای پیردوس جای پدر من هستن. یعنی شما کوروش پیردوس هستین؟ آقای کوروش پیردوس رو بیرون دیدمشون، تو خیابون داشتن میرفتن. اتفاقا گفتن به بامشاد و اردل سلام برسون، بگو آماده باشن. این کوروش که باید الان دستشویی بشینه. من فکر کنم من باید بامشاد. خدمت شما بنده من الان میکنم عرض میکنم خانم. بله بفهمه. در این دنیا یک عدد کوروش و پیردوز بیشتر موجود نمی باشه. اونم من هستم که اینجا رو بیروی شما سرم بابا. ددی ددی و زنجفیل بگم من بابای تو هستم. همه میگی ددی بابا من دارم کلافه میشم. چه خبره اینجا؟ منم نمیدونم چه خبره بابا. بینوش خانم
توی دنیا فقط یه کوروش پیر دوسته، اونم منم. اینا دارن چرت و پرت میگن همشون به شما. آقا جون من حال و حوصله مسخره بازی‌ها رو ندارم، اصلا نمیدونم چه خبره. خانم شما بله رو بگو که من کل کار مونده دارم، باید برم کارامو انجام بدم. شما فقط بله رو بگو به من. بله. ای وای در چی رو بازی؟ این در رفته، این رفت. نامی؟ بخ شدیم رفت. نامی کوروشی بارمون تموم رفته. صبر کن، نامه تهدیدآمیز گذاشته، میفهمی یعنی چی؟ برای ما؟ بله. کوروش باور کن این بود، همش تقصیر این بود، من بیگناهم، این منو اخفال کرد. ببین کوروش، ببین کوروش من... بدبخت، بذار خودشو ببینی بعد اینجوری عجزلا بکن. خب الان داری به این میله ها میگی اینو؟ برو. خب یه بنده سبیل یا الان به بینوش خانم میگه که من کوروش پیردوس هستم یا از فردا کار بیکار. نه خیر آقای ددی، کوروش خود منم، کارم نمیخوام. آقا جان من صبر کن یه دقیقه، صبر کن بینوش خانم. بله کوروش پیروز خود بنده هستم. آره قربونت. بله آقای پیروز شما دیگه چرا؟ بابا جون من اینا همه کوروش پیروز، خب چرا خودم اصلا کوروش نباشم؟ اصلا دیگه بس این مسخره بازی، راستشو به بهروش بگی. من هستم دقیقاً. ببینم اینجا چه خبره که شما میخواین راستشو به من بگین؟ شما آخرش منو به سکته میندازین. من میدونم چیزه کوروش داره دستشویی که فرار کرده، یه نامه تهدیدآمیزم برامون گذاشته. چی؟ مگه چند هزار تا کوروش تو اینجا هست؟ نمیر سکته نکن، من خودم الان بهت میگم کوروش باقی چیه. بندوش نمیر، این کوروش بی دوسته اینه، تو باید با این ازدواج کنی. چش داداش، هرچی شما بگی همونه. درسته که من اسمم کوروشه، ولی کوروش پیردوست نیستم، من کوروش حمیدی هستم، در ضمن متأهلم، دو تا هم بچه دارم. بیخود اگه اینجوری اینجا چیکار میکنی آقا؟ آقای ساید هدایتی یک دستگاه یخچال ساید بای ساید و یه تلویزیون بزرگ سفارش دادن. بله. شما وظیفتون رو به بهترین نحو ممکن انجام دادید. حالا تشریف ببرید بفرمایید. بله برید که ما ببینیم با این دکتر سه تا کوروش باقی مونده. آقای با هم شاد، من دارم سکته میکنم. من دارم سکته. خیلی خوب، حالا شما اینه. یه نیوش خانم سکته نه. شما چرا اصلا باور نمی کنید؟ من میگم کوروش پیردوست منم، چرا باور نمی کنید؟ اصلا به قیافه من میخوره که آدم دروغگویی باشم. به به آقای نصف سیبیل، میبینم که همتونی یه نموره زبون داره بودی. ببینم بینوش خانم، مگه شما این آقا رو تا حالا ندیدید؟ این آقا رو؟ بله، ایشون پدر زن برادرتون هستن دیگه. خب ببینین آقای سعید، به خاطر اینکه موقعی که عروسی آقای بامشد و مجد جون بودش، ددی چون وقت دروی محصولات بود، ددی من جابر آباد بودن، برای همین مجد جون ندیده ددی من. ددی کیه؟ جابری دیگه کیه؟ بابا من کوروش و پیردوس هستم. بله شما شناسنامه را که قبول دارید؟ بله بله. بیا بابا این شناسنامه منه، شما بخون. اس کوروش من، نام خانوادگی کوروش، پیردوست جابر آبادی، فرزند سعید، متولد 1360. بله مزاید بخواب چی متولد که؟ 1360. خب اگه چیه؟ وقت فامیلیتون چی بود؟ پیردوست جابر آبادی. دیگه جابر آبادی دیگه چیه؟ خب ما پیردوستای اصیل آخر فامیلمون جابر آبادی داریم. شما اگر آخر فامیل جابر آبادی نداری، باید به پیردوست بودن و خودت شک کنی. ددیم من اصلا از شما انتظار نداشتم که به این زودی بری شناسنامتون رو عوض کنی. دفعه آخرت باشه که من میگه ددی، اصلا چه معنی داره که دختر غریبه و مرد غریبه بگه ددی؟ ایدن بیلی کنی نکنی به قش بکنی. خیلی خب حالا صبر کن یه دقیقه قش نکن. تو نمیخواد قش بکنی، این آقا دارن درست میگن. بهنوش جان ایشون آقای کوروش پیردوست هستن. من از ددی من و تو که این شکلی نبوده. باشی چی داری میگی؟ آهان تو میا بریم اون طرف، من به تو میگم چی دارم میگم. باشو یک آدم فهمیده بین شما بدونم این خانم ما. ببینم اینا کجا رفتن؟ ساعت بله میگم بازی رو باختی، پودر رو شدی رفت.
برای چی؟ وقتی مژده خانم به منیژه میگه یه دقیقه بیا اونجا، بله، یک نقشه جانانه دارن که دیگه نمیتونی از جات پاشی. آها. اینو داشته باش. بله شما حق با شماست. اینجوریه. اگه اینه منم بلدم. آقای پیردوس یه لحظه تشریف بیارید با من بیرون. من برای چی؟ بیا. چه زندگی ما داریم ای خدا. مژده خانم حالا خواره بی با دیگه، ما اینقدر خوار و ذلیل و خفیف نشویم که این به بابا بشه کوروش پیردوس. پیاده شو با هم بریم، الکی هم دور بر ندار، واسه من یکی هم الکی با لهجه حرف نزن، که اگه قرار به لهجه حرف زدن باشه من 50 تا لهجه رو بهتر از تو بلدم حرف بزنم. آ خب ماجی برای چی پس اینجوری میکنی با من؟ ببین منیج، غیر از اینه که دادی ما بالاخره زن میگیره، غیر اینه بگو غیر اینه. نه خب دیگه راست میگی. خب من راست میگم که پس چرا اگر قراره که من و تو زن بابا داشته باشیم زن بابامون آشنا نباشه، الکی آدم غریبه باشه؟ ببین اگه زن بابای من و تو این بهنوش بشه، از اونجایی که بهنوش خواهره بام شده و زبون منم سر بام شد درازه، همه چی حله. ولی اگه یک زن بابای غریبه داشته باشیم روزگارمونو سیاه میکنه منیزا. اینه راست مویی. باز با لهجه حرف زد. اینه راست مویی. آهان این هست. ببین آقای پیردوس، اگه بگی من پسرتون هستم به نفعتونه. چی چیش به نفع منه؟ خب معلومه، برای اینکه من چشم داشتی به اموال شما ندارم هیچ. اگر بگید من پسرتون هستم یه چیزی هم دستی بهتون میدم. ببینم مگه اونا دنبال مال و اموال منن؟ بله. پس چی؟ ببین این دوتا خواهرای موزی نقشه کشیدن که اون آقای جابری رو به جای پسر شما بذارن. وقتی شما مردی بعد از مرگت تمام اموالت رو بکشن بالا. نه بابا. بله. ببین از پسرم تا مژده و مریجه منتظرن که من بمیرم اینا مال و اموال منو بالا بکشن. بله. اما اونا خیال کردن من تا اونا رو نکشم و خودم نمیمیرم. آره قربونه. اصلا این وسط معلومه اینجا چه خبره؟ بالاخره ما این آقای کوروش پیردوس رو پیدا میکنیم یا نه؟ بنده در خدمت شما هستم. این جانب کوروش پیردوس میباشم. الانم خانما میان اینجا اعلام میکنن که کوروش پیردوس من هستم. بله بله. ببخشید من این مطلبی عرض کنم. مژده خانم ممکنه که یه چیزایی بگن برای خودشون، ولی منیجه همسر من، من خودم منیجه رو خوب میشناسم، اون هیچ وقت پا روی حقیقت نمیذاره و مطمئنم الان میاد و میگه که کوروش کیه و حقیقت رو میگه. ببخشید یعنی تو الان هیچ کس به من حقیقت رو نمیگفت، دروغ میگفتیم؟ نه باور کن، ما تا الان داشتیم حقیقت رو میگفتیم، من تا الان منیجه خانم میاد راست‌ترین حرف رو میزنه. بله بله بله. منیجه بفرم. ببینید من دیگه نه حوصله دارم واقعا. بله. هر کی میخواد خوشش بیاد، هر کی میخواد بدش بیاد. بله. من باید حقیقت رو الان بگم واقعا. عرض کردم که بفرمید. منیجه خانم خواهره من اگه چکی کرد خونش پای شماست. آقای بامشاد گفتن حقیقت برای من از جون یک انسان هم واقعا مهمتره. بله 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 واقعا من افتخار میکنم به تو منیجه. من میدونم تو همیشه حقیقت رو میگی و هیچ وقت پا رو حقیقت نمیذاری. من به تو افتخار، من میشناسم. خیلی ممنون. منیجه بگو همه رو خلاص. حقیقت اینه که ایشون خوده آقای کوروش پیردوستم واقعا. خانم های محترم، با این که من شما را نمیشناسم، ولی از این که حقیقت را گفتی، فاروی واقعیت نزاشتی، جانب انصاف را رعایت کردی، من واقعا از شما تشکر فراوان دارم. مردی؟ حرفی میخواهم. معلوم از چی دارید میگید؟ شما خجالت نمیکشید؟ بابا اینجا پدر بزرگ کوروشه، بهنوش خانم جای نوه اینه. آخه شما خجالت یعنی نمیکشی؟ اردل یادت رفته که میتونه بکشه؟ نه یادش رفته که من میتونم اینو از اداره اخراج کنم، از گشنگی بمیره، منم دیگه ریخت نعسشو نبینم. ببخشید یه لحظه اجازه بدید. من الان که بیشتر دقت کردم دیدم که کوروشه. چطوری کوروش؟ شاکری حالت خوبه؟ یاورش استاد کردی؟ چرا دروغ میگن ایار؟ بخشن. نه واقعا من به این نتیجه رسیدم که
دری همون آقای کوروش پیردوست. ایشونه. خب حالا دیگه پس بفرمایید دیگه. حالا اگر متوجه شدید که کوروش پیردوست واقعا من هم جای مبارک ها. نه. اصلا مبارک نیست. هیچ هم مبارک نیست. بند. اگه بنده پیردوست نه پدر کوروشم هستم. کوروش پیردوست ایشونه. پس من کی هستم پدر؟ یه لحظه ببخش. کیه؟ کیه؟ خب به جای اینکه بگی کیه برو در رو باز کن. آره راست میگه. کیه؟ بابشو تو برو. به من چی کنی توی؟ چطور تو هر قسمتی که ضبط میکنیم کل این مجتمع اینجا نشستن صبح تا شب هلاف هلاف میخورن حرف میزنن موقع درباز کردن که میشه خونه منه؟ کیه؟ برو گری با کن گوش ای بمیرین اون آقایی که رابطه شمره قرمز سرشونه کوروشه. کوروش پشه ها کجا میشه؟ نه این آقای دستوزیوی باز خوش حرف زیادی میزه اون آقای رابطه شمره قرمز کوروشه. بده بهی منو نگاه. کیه؟ سلام علیکم. الهی قربون اون چشمات برم، یعنی وقتی 4 ساعت نمیبینمت یه طوری دلم تنگ میشه که واسط قیجوجه میرم، میدونی؟ یعنی اخم که میکنی اصلا خوشتیبتر میشی، شما هم همچنین خیلی مای. من میخواستم خدمت کنم، پا کجایی تو؟ اپچه نمیای زن تو برداری عروسی کنی دستشو بگیری ورش داری ببری؟ همه معطل تو هن، گل سرسبد همه، همه معطلتو نشستن. مغازتونو که دوز زد که اومدن دوز بردن همه رو. آه نه میگم مغازه رو که خالی کردی بردی نوش جونت، حقت بوده، حقت بوده. ما هم امشب نیستیم، شما با دوستات بیا این خونه ما رو دیگه ظاهر و باطن همینه خالی کن ببر، جوراب مراب هم نمیخواد سرت بکشی. اصلا پلیس هم اگه اومد بگو خود اردل گفته بیان خونه من دزدی. اینا رو همه رو بفروش، پول بشه، پولش گوش بشه به تنت. موزه نمک تشریف بیارم بیرون یه لحظه، من کارشون دارم. من اگه بدین همین تو بمونم شو. اصلا شما چرا زحمت کشتین تشریف آوردین تا اینجا؟ خدمت میزدین چیز نه تلفن میزدین من خدمتتون میرسیدم. جان چشم. خیلی خوب، حالا همه چیزو از سیر تا پیاز بدون اینکه یه واوش جا بیفته برام تعریف میکنیم. خب بله بله، من از سیر تا پیاز خدمتتون تعریف میکنم بدون اینکه واوش جا بیفته. همه این مسائل تقصیر بامشاد بود. بامشاد اون موقع که اومدن مغازه رو خالی کردن، بامشاد به همه گفت کوروش دزده. بعد من به آقای پهنفر بزرگ زنگ زدم که دخترش یعنی بهنوش خانم رو بفرسته اینجا که با شما عروسی کنه. دوباره کی مخالفت کرد؟ بامشاد. نزش. بعد بدون اینکه بامشاد بفهم آقای پهنفر بزرگ دخترش و بهنوش خانم فرستادن تهران، کی دید کار از کار گذشته؟ بامشاد که دید کار از کار گذشته شما رو توی دستشویی حبس کرد. که چی کار کنه؟ کی چی کار کنه؟ بامشاد. که چی کار کنه؟ که دخت که خواهرش بهنوش خانم رو بده به کی؟ بامشاد. نه دیگه ها. بده به ساعد. ساعد بده به ساعد آبجیشو آقا بامشاد. بله. بده به اون نصف سیبیل. بله. به آقا کوروش وقت نمیخواد آبجیشو بده. نه دیگه اینجوریه، همه تقصیر بامشاده. شما هنوز بامشادو نشناختین. هرچند که حیف شما بود که بیاین اون خواهر ترشیدهشو بگیرین. خواهر ترشیده کیو؟ بامشادو. میگم که موشی جونم اردن کجا رفت؟ منیج من نمیدونم ولی یه های غیبش زد.
آخه نیسته داشتم الان نمیاد. من میگم که خیلی ببخشید آقای بام شد، میشه شما بریم ببینین که عدل کجا رفته واقعا؟ بله باشید ساید پاش باره دمی در ببین عدل کجا. آقا جان من ساید نیستم، چند دفعه باید بگم من کوروشم، من کوروشم. باشه کوروشم ببخشید، باره دمی در ببین عدل کجا رفته. جناب آقای بامشاد خان، منیج از شما خواست که بری ببینی اردی خان کجا رفته، نه یه کس دیگه. آها آری، خب درستی با من باش. بامشاد بودو برو، باش نمیخوای دنبالم. پس من میگم این ساعت وقتی فهمید من تو این دستشوی گیر کردم در رو روی من باز نکرد، به خاطر این بوده که در واقع بله. هر کاری دلش میخواد بعدش بره انجام بده. بله اینا همه باعثش کی؟ بامشاد. علی کجا سلام کوروش دوست خوب و مهربونم. خوبی؟ من دوستت شدم، تو دستشویی منو زندانی کردی، اونجا هوار میزدم منو نجات میده، حالا من دوست تو شدم؟ باور کن تو دوست خیلی خوب من هستی و بودی، نه تنها دوست خیلی خوب و مهربان من هستی، بلکه فامیل من، فامیل عزیزم، شوهر خواهر خوب منم هستی. فامیل عزیز هستم؟ پس چرا بردی ساعت با خواهرت ازدواج کنه اگه من فامیل تو هستم؟ ساعت؟ ساعت چی کار از باور کن یک تار مویی تو رو به صد تا مثل ساعت من نمیدم، متوجه؟ میخوای الان من رو به چیز کنی؟ اسی کجاست؟ باستو میدم چیه ماجرا؟ من الان ببر تو دستشوی حبس کن، خب. در رون گفت کن، هیچ امکاناتی هم به من ندی، التماسم کردم در باز نکن، بلکه بهت ثابت کنم من خیلی تو رو دوست دارم. دوست داری؟ باز میگه دوست دارم. بهت میگم پس چرا ساید بردی با خیرت ازدواج کنه اگه من رو دوست داری؟ ببین همش این تقصیر این بود. ببین این بود، من بهش گفتم که ساید آدم درست حسابی نیست و فلان، و گفتش که آه نه ببخشید، من گفتم کوروش دوست خوب منه، کوروش ازدواج کنه با خواهرم، من خیلی دوست دارم موفق میشه. این گفت کوروش نه، کوروش یک دوست پلیده. بعد خودش گفتش که ساعد بیاد. برای چی دروغ میگه؟ روز روشن داره دروغ میگه. من دروغ نمیگم اصلا، تمام تازه یه کار دیگه هم کرده کوروش. این پیرمرد بنده خدا گدی رو خب. مخش رو زد، مجبورش کرد، گفتش که بیا برو خودتو کوروش معرفی کن. ببین از محبوبیت تو به چه حالتی سوء استفاده دارم. دروغ میگه روز روشن، دروغ میگه. نه نه یاوران عزیز، من دوست دارم استاد بشم به داخل ببینم این فستیوال کوروشی که راه انداختین کیا تو شرکت دارم. چه سعادتی، میخواین بفرمایین تو قدم بزنین بفرمایین. اسی جان شما هم تخم چشما جا بفرم، منزل خودتونه، بفرمایین. خیلی باید خوشا و این هم کوروش، و این هم کوروش شوهر خواهر عزیز من که جاش توی قلبمه و اگر هم دوز باشه بهش افتخار میکنم. به افتخار کوروش. یعنی که داره کوروش دیگه دوباره اومده؟ نه نه، این واقعا همون کوروش واقعی، یه آخریشه، یه آخریشه، مدتی نایاب بود الان رسیده. اینجور که معلومه کوروش بارون بوده اینجا. کوروش واقعا تو باورت میشه این آقای جابری با این سن سالش بگه من کوروشم؟ خیلی ببخش، خیلی معذرت خواهم آقای ساید، نیست که خودتون نمیگفتی؟ نخه من کی گفتم؟ من از اول گفتم که ساید هدایتی هستم، منتها از اونجا که علاقه خیلی زیادی به کوروشان دارم، دوستان منو صدا میکنن کوروش پیردوست. از اینکه ناراحتم نمیشم، هیچی باعث و افتخارم هم هست. بله 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 بله، به افتخار کوروش دست بزن. خانم بنوش خانم، بنده ددی جابری هستم، میباشه ارزم به حضور شما که من اصلا قصد ازدواج با شما رو نداشتم، اصولا ازدواج من با شما چیز خنده‌داری هستم. من گفتم تا زمانی که کوروش جان پیداش نشده شما ممکنه نگران بشه، دلواپس بشه، من گفتم کوروش پیردوس هستم. خیلی ممنون. بله، آقا قصد دیگه اصلا در کار نبیده. برو پاشو برو یک آقا درده بیاره عقد کنن که اگر با
به خاطر دزدی مختصره که کرده ای بخواین بازدستش کنن من وثیقه بذارم برو نه 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 با نه 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 وفاداری وفاداری وفادارم وفاداری همه به هم وفاداری آقای با همسد خان تو چطوری دلت میاد خواهرت ما یه دونه دزد ازدواج کنه؟ اون چی اونجا خروش؟ آره مونده مونده چی؟ کار داریم آلا کار داریم دشمن دارم جایل بارم سرشوهرت مظلوم من چی آوردی؟ یا بر قتل استاده من نمیذارم که یک دوز با خواهر من ازدواج کنه. همین سزا یک دوز ده. میگم که حالا اشکال نده، حل میکنیم. خانم بهنوش خانم، حالا که این آقای دوز به سزای اعمالش رسید، من کوروش پیردوز هستم، در خدمت شما هستم، پسر آقای پیردوز میباشم. مگه من مردم که شما کوروش پیردوز هستی؟ کوروش پیردوز منم. آقای پیردوز شما خودت بگو که من کوروش هستم. نامرد، اینجوری زد تو که پسر منو کشتی که. با هم شد سن این طفلک چی آوردی؟ این بنده خدا بین رفت. یه دوز کم کرد زندگی بهتر. یعنی یکی خواستگار من دزده؟ بله متاسفانه. چی بله متاسفانه؟ نه من باور نمی کنم. تو چشاش چشمه یه خلافکار نبود، یه مظلومیت خاصی داشت. و حالا اسی نوبت توی نه با من هیچ کارم، ببخشید. یا تو فکر کنم حالا اون سکته که می گفتم الان موقعش اومد. ای بله میمیرم. ای خدا زندگی من. خواهرم دست نکن بابا. نه 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 آقای بامشاد، آقای بامشاد الان من یه سطلاب میارزم میرزم روشون به هوش میاد. نه من ایدیتی میگی یا کسی که سکته کرده که با آب به هوش نمیاد؟ ای خانم بهنوش خانم، سکته برای چی؟ خب من که اینجا سر و مرو گنده اینجا وایسادم، شما بله رو بگو. اینجا فیلم مجلس من عقد میکنم شما. آقا یعنی چی بله رو بگو؟ مگه من مردم که شما فیلم مجلس عقدش میکنی؟ خیلی خب، حالا بذارین اول به هوش بیاد زنده بمونه، بعد شما فیلم مجلس عقد کنید. بسه بامشاد. آخ بابا نامردا، آخه یکیتون بیاد کمک. این پسر دست گلم از دستم رفت. بهتر زنگ بزن قبرستون برات ماشین بفرستن. اه 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 عجب نامردایی. انا با هم شاد خان یه کاری بکن، اگر خواهر گرامیتون اینجا تموم کنن اون وقت ما تا آخر عمر باید جوابگوی پدر شما باشیم. نه شما نگران نباشید، من الان درستش میکنم. بهنوش جان، بهنوش جان بلند شو، بلند شو بگو کدوم یکی از این کوروشا رو میخوای. هر کدومو گفتی همون. اونو میخوام. خانم شما چرا لگد به بخت خودتون میزنی؟ اون جنازه ای که اونجا افتاده بابا دزده، چرا شما متوجه نمیشین؟ نه خیلی من آدم شناسم، اون آدم اولی بارم که من دیدم متوجه شدم اون اهل هارت و پورت کردن هست، ولی اصلا خلافکار نیست. عجب. کیه؟ بفرمایین. سلام علیکم. بفرمایید شما. من مأمور رسیدگی به پرونده سرقت مغازه هستم. بله حال شما خوبه؟ خیلی خوش اومدید. ببینید پلیس هم اومد بالاخره اون دزد جنایتکاری که اونجا افتاده رو که اومدن ببرن دیگه، تمومه دیگه. بله اتفاقا ما دزدایی که به مغازه جناب آقای پیردوز دستبرد زده بودن دستگیرشون کردیم. بچه‌ این کوروش اینجا سنوست.
بله، اتفاقا میخواستم بگم که شما قدر این پسرتون رو بدونید. اگه کمک‌های ایشون نبود ما نمیتونستیم دزدای مغازه رو دستگیر کنیم. در ضمن این لوازم و وسایلی که از مغازه شما به سرقت رفته در کلانتری موجوده. هر موقع خواستید میتونید تشریف بیارید ببریدشون. دست شما درد نکنه آقای بامچا. خیلی ممنون. منم با اجازهت. خیلی ممنون. خیلی ممنون. آقای بامشاد خان، حالا متوجه شدی شما؟ بله، ولی واقعا که دیر فهمیدیم که چه گوهر کمیابی در کنار ما بوده و قدش رو ندونستیم. من شما یه دقیقه تشریف بیار، من میخوام اون گوهر گرانبها رو نشون. من واقعا میخوام بگم لذت میبرم. این کسایی رو میبینم که همه فکر کنن دوزم ولی دوز. ببینم دیگه تو همین بلا رو سر پسر دست گل من نیوردی، ناکارش کردی. آقای پیردو چه کار میکنه؟ تو ولش کن، کشتی کافه کام نداره. تو بین بچه من از هوش نبه برش نمیکنم. آقا جان خیلی من یه فکری، من یه راهی سراغ دارم. کوروش به هوش میاد ولی اگه به هوش نیمد چی؟ اگه به هوش نیمد دوباره بیا همینجا پردیش کن زمین خفش کن. بامشاد که هست که باشو. ببین بامشاد باشو بلند شو میری. اگه به هوش نیومد کوروشا خودت با پای خودت میای همین جا. چرا خفت کنم؟ پاشو بابا، پاشو بابا، خوشتیش بابا. زندگی شد این زندگی نیست. زندگی شد آقای پیردوست، خیلی باید ببخشید، خیلی معذرت میخوام. درسته که بامشاد داداش منه، ولی من اگه جای شما بودم و به همین راحتی ولش نمیکردم که، چون بالاخره با اینکه داداش منه ولی باید متوجه بشه که زندگی کردن با جونه جوون خیلی مشکله، خطرناکه. بهنوشو من هیچی نمیگم، همینجوری گازشو گرفتی داری میری. ببین این راهی که تو انتخاب کردی خب پر از دست انداز و پر از پیچ و خم. حواست باشه یه موقع نری تو دره. متوجه اصلا هست میدونی باشه، چون من رانندگی خیلی خوبه. بعدشم اصلا شما باید بیشتر مواظب این باشین که زلزله نیاد، چون اگه زلزله بیاد چی میشه؟ جاده کلش خراب میشه. اصلا دیگه بابا ما اینجا 20 تا ماشین سواری هستن. بیا خانم بهنوش خانم، شما بیا زن من بشو، همه ماجراها به خوبی و خوشی تمام میشه، همه ابرازی هستن. نه خیر، ما هم که توی خونه اصلا آدم نیستیم. ببینید پسرم سلامت اومده تو این خونه، سلامتم این خونه باید بره بیرون، و الا اون روی منه که نیدین میبینید. من میترسم از این آقای. نه شما نترس. ببینید خیلی خوبا بده حرف بزن. من تخصصم به هوش آوردن بازیگرانیه که از هوش میرن قش میکنه. کوروش جان عزیزم، کوروش جان، کوروش من الان حلش میکنم. کوروش جان ببین قربونت برم، تو که هی میگفتی من بر من زن بگیری. آره بر من زن بگیری. خب بیا الان داریم برای زن میگیریم دیگه. خب تو پاشو الان که حالا میخوایم واسه زن بگیریم، حالا قش کردی کوروش. کوروش پاشو کوروش جان، سر کاریه دوباره. نه نه جون تو، جون تو سر کاری نیست، جدیه این دفعه. پاشو 103 قسمت میخوای برای من زن بگیری، منو میذاری دوباره میذارم یه برنامه. نه میگم جون تو زدم دیگه، قطعیه این دفعه. پاشو قطعیه. آره آره نگاه سالمه، نگاه حالش خوب شد. به به پسرم سلامته. بله یه دقیقه آقای کوروش همچینه یه نموره یه جوری میزنه ها. آره آره ماشین یعنی چی؟ میسدن تو سرش، الان دیگه حالشون خوب نیست. یعنی چی؟ ماشین آقا راجب تفاهم با هم دیگه میخواستیم صحبت کنیم. چهره شک حالتی مثل آدم های فراموشکار داره. نگفتم دوباره همه منو گذاشتن این جماعت سر کار، دوباره به منم زن نمیدن. کوروش جان با کی داری صحبت میکنی؟ من الان اینجا یعنی چی این کاری که میکنیم؟ ما اینجا کجاست الان؟ کجاست اینجا الان کجاست؟ این به هیچ دردی نمیده. من کیم؟ ایکیا اینا میشنسی؟ تو کوروشی منم صاحب. چه بگو بابا تو هم؟ میگم این به هیچ دردی نمیکنه، بهتر که بندازیمش تو. ای بابا عجب مشکل است. ببین آقا جان من اردل جان
دست از این کارات وردار. اگه قراره به این تو این برنامه زن بدی چه بابا جون زن بده خب. اگه قرارم نی زن به ندیا خب. اصلا یه جوری ما رو سر کار نذار، نه ما رو، نه تماشاگرا رو، نه بقیه رو، همه رو دست از این وردار دیگه. عجب مشکلاتی سر راه ازدواج ماستا ای بابا. خب صبر کنین من چه پایشین بابا گرفت تو زندگی شد یه لحظه سکوت لطفا. شما همسر من هستین؟ بلند شیم بریم و یه رضایتنامه داریم بریم پلو پدر مادر تو. الان یه برنامه دیگه میچیم بازی ازدواج ما. بله خانم، من رضایتنامه کتبی پدرم همراهم تو کیفم آوردم. بله خواهش میکنم اگه ازدواج شده اجازه میدن. فقط یه مشکل دیگه هست. دیگه چه مشکل؟ من مشکل اینه که الان ایشون ازدواج کنن بلد. ما که تو این خونه که دیگه جا نداریم، اینا کجا میخوان زندگی کنن؟ اردل جان اون دیگه به من مربوطه، عروسم با پسر من میان اونجایی که من دارم زندگی میکنم. من خودم از تایید به کار خودم رو میدونم. شما کجا تشریف میبرید؟ ببین منیژه خانم، عین ساعت که تو اداره میخوابی لا منم میرم تو فروشگاه خودم میخوابم. سعادت پسرم لازمه برای من. سلام قربونه، سلام مبارک دیگه. یه دقیقه با من بیا بریم بیرون کارت چیه بابا؟ شما با من بیا بریم یه دقیقه باشو بابا بخون بابا ببین اومدم یه قولی ازت بگیرم. بگو چه قولی؟ آره حالا که کوروش زن گرفت و سر سامون گرفت رفت سر خونه زندگیش، دیگه نوبت منه. اگه تا آخر این برنامه ها به من زن ندی خیلی از دستت ناراحت میشم. آره اردل جون. آخرت باشه که صبح جمعه منو بیدار میکنی میاری صف نونبایی. من رو خواب صبح جمعه هم حساسم. بمیری تو که یا داری میخوری یا خوابی. آقا ببخشید این صف یه دونه ایه؟ شما که یه دونه میخواین برین جلو بگیرین از اون آقا. آی کیو اومدیم با هم اومدیم که نفری یه دونه بگیریم بریم تو صف وایناسیم. ها خب باش. آقا این خشخاشی هنوز همون 75 تومن 100 تومن ایناست؟ از خود شاطر بپرسی یا ورش استاد میشه. چی گفت؟ کوروش؟ من کوروش نیستم، برو جلو نون تو بگی برو. ببینم آقا جمال، خوشخوشی میخوای یا ساده؟ خواه تو مسخره کنم، خوابم میاد اصلا حوصله ندارم. آخه دیوانه، صبح اول دامادی آدم میاد تو صف نون سنگک وای میسه زن ذلیل. نه ولی کار خوبی میکنی، من واقعا لذت میبرم میخوای نون بگیری ببری سر سفره خواهرم. واقعا دارم حرف میزنم. من یه سری دغدغه‌های خاص خودمو دارم. آه. که گرفتن نون دا برای روز اول زندگی مشترکمون جز به همون دغدغه‌های محسوب میشه. الهی که دغدغه‌های کلی من اون دغدغه‌هات برام من، ولی من برات متاسفم. برای چی متاسفی؟ برای اینکه فقط قضیه صبح جمعه نیست که شما دیگه هر روز صبح باید بیای تو صف. آخ بیچاره کوروش، یعنی من شناختی که رو خواهرم دارم که اگر یک روز نون داغ نگیری بیچاره بدبخت شد. بدبخت چی؟ این حرفا چی؟ الان بعد این حرفا رو به من بزنی؟ دیوانه،
دیوانه ده بدبخ شدی رفت تموم شد خیلی فکر نکن بام شد این چی داره میگه دیگه بالاخره اینجوریه دیگه دومه رفته لای در ها آره ولی ببین کلم بهت بگم حواست باشه با خواهر من خوب رفتار کنی خیلی خوب بابا تو هم این خواهر شوهرهای حرف میزنی بس بابا داریم صحبت میکنیم چهار کلار بهتون بگم من زنمو دوست دارم خیلی هم باهاش رفیق هستم بی خود تو دل منو خالی نکنی همین مگه تو میتونی رفیق نباشی با خواهر من کوچکترین حرفی بهش بزنی خودت میدونی فهمیدی چی میگی این آره ولی بدبختی ولی بیچاره شد تو صف نون وایساده صبح جمعه شیشه صبح آخی بهتون گفتم من زنمو دوست دارم بی خود تو دل منو خالی نکنی ما هم زنامونو دوست داریم دیوانه بله ولی بدبخت شدی رفت ولی ما یه کاری کردیم که از روز اول نتونن رو سرمون سوارشن چرا نمیافته؟ بله کورش ما سعی کردیم از همون روزای اول گربه رو نه تو این اصطلاحاتو وقتی نمیدونی برای چی میگی؟ میدونم نه بگو باسد. الان کامل بگو گربه رو چی؟ گربه اگه نه وقتی نمیدونی برای چی اصطلاح میگی؟ حرف روزمره تو عزیزم شما باید بتونی گربه رو همون روز اول یه جوری چوبو برداری که گربه دزه فرار کنه درست گفتم؟ نه خلاصه کورشون ببین ما این تجربه ها و این زحمت ها و این کتک هایی که نه به چیزه به سختی به دست آوردیم تو حواست باشی که با خواهر من خیلی خوب هی این جمله رو نگو یعنی ما با کاسه کوزتون رو جمع کنی شما ها اگه این حرفا رو خودتون چرا فرستادنتون تو صف صبح جمعه ما که همون روز اول گربه رو کشتیم وضعمون اینه تو که دیگه بدبختی که خدا به دادت برسه دیگه الان دارم میگیرم من فکر میکنم منظور شما اینه که من روزای اول همچنین با توپ پر برم جلو آره کورش حواست باشی کوچکترین حرفی به خواهر من بزنی یک مؤثرش نیست کلی داره حرف میزنه بلند میشم رو هوا انقدر گنشیدم بحث خواهر تو نیست داریم کلی حرف میزنیم هی شلوغ نکن میدونم خودم خب من فهمیدم ما روز اول ستایی میریم گربه رو ناشتایی همچین استادش میکنیم که یا نه چیکار میکنیم خب گربه رو میکشیم دیگه خب میخوای چیکار کنی حالا میریم ماهیگیری برو بریم ماهیگیری کنه داره آدم میشه خب داری میفته میخوای اصلا دیگه نونم نگیریم بریم حالا تخت گاز نره دیگه حالا اومدیم تو صف نونه رو میگیریم دیگه ولی احترام خواهر منو فراموش فهمید یه بار دیگه برای چی؟ به افتخار گربه کشون روز اول برو بیا خب بفرمایید پدر جان اینم چایی شما چایتون رو شیرین میخورین یا واقعا؟ دست درد نکنه فرقی نمیکنه عروس گلم تازه داماد کجا؟ دست روش میشوره علم میاد خدمتون کوروش خان کوروش آره بیا صبحانه آماده است پدر جانم منتظرن یعنی گفتی شدیدم یعنی با که زالوها نمیزنن دو دقیقه دیرم دور روشی گرفتم حالا اون کورو شوخی میکنه حب بچگیش هم اصلا شوخ بود چون به دل نگیره ولی نه خواهش میکنم یعنی میدونین من کاملا درکش میکنم اصلا میدونین روحیات کوروش یه جورایی خیلی این چایی من رو شیرین کنم هم باشه چشم ببین اصلا کوروش بچگی شک بچه شوخ اهلم شوخی و مزاح و این حرف شما اصلا ناراحت نشو و اصلا هم به دل نگیر بله من که گفتم خدمتون من کاملا درک میکنم بله بعد میدونین اصلا دلش مثل آینه میمونه دیگه بله من درک میکنم بیا پسرم بیا ایالا آدم که میشینه یه جنگیری پای سر شوهری صفحه نمیذاره که حواست هست؟ کوروش تو چقدر شوخی این چایه که اما گفش معلومه شیری نشده باره یه دونه دیگه بریز بیا خب باشه برای شما من عوض میکنم پدرش این دست درد نکنه
بابا این چه طرز صحبت کردن آدم با زنشه گورا؟ بابا ما صحبت کردیم قرار شده با توپ پر بیام روزای اول با این هر در بامشار صحبت کردیم این گربه و اینا رو همه رو قرار شده با هم استاد کن گربه گربه دوز و اینا رو بابا دیگه. تو داری اعصاب منو کوروش خورد میکنی این دری وریا چیه بابا ما بزا با متد خودمون زنداری کنیم جواب میده کوروش جان آخه این بفهمید خوبی عروسم تو ذکر خیر شما بود داده قربونه شما که به من لطف دارین بفهمید اینم دو تا چای گرم آه من یادم اومد که در مغازه یه کاری دارم صبحونه رو تا شما دارین میخورین من برم کارم رو انجام بدم و برگردم آخه آره قربونه آخه بدون شما که لطفی نداره باشین حالا صبحونه رو بخورین شما برسیم به صبحونه تون رو بخورین من برمیگردم خب کوروش میگم که این اولین صبحانه زندگی مشترکمونه ها اول یا دومی نداره که کره و مربا و پنیر و خامه و کله پاچش هم توفیری نداره چرخ تنهاییش دلچستر بود میخوای بخور میخواین میخواین بخورین میخواین نمیخورین دیگه اصلا آچه کچه خالته میخوای بخور بخور کوروش تو چرا یا اینجوری انقدر فرق میکنی؟ عباس حرف زد نه نه چه رومانتیک علاوه بر آقای کوروش خانم بهنوش دارن اولین صبحانه زندگی مشترکشون رو میخورن واقعا حالا اولین صبحانه زندگی مشترکشون هم خورد پس وردا میزنن تو سر و کله هم میره پی کارش تموم میشه بابا تو سر و کله هم میزنن اردی خان سر صبحی بحث رو شروع نکنید که من امروز اعصاب مصاب ندارم چه بچه شدی بیخود میکنه دست خواهر من بلند کنی لهش میکنه خیلی خوب بابا تو حالا غیرتی نشو هی این صبحونه تو بخور اردن میگم من همین الان خوب یاد اولی صبحانه زندگی مشترک خودمون افتادم آره آخه واقعا چه دورانی بود واقعا منتها حیف که این کار و کاسبی نمیذاره که آدم در کنار خانه و خانواده خودش باشه آخه گرفتاری و کار و کاسبی بهانه است آدم اگه بخواد کنار زن و زندگیش باشه کار و کاسبی رو تعطیل میکنه میره سر خونه زندگیش مگه نبام شد ایال من کاملا درست میگه بله کاملا حرفی تو منطقی و بهانه است ببن حرفتو تو ببن مثلا همین امروز جمعه مگه نیست بله آخه بابا جا ما باید پاشیم بریم ددی گفته یعنی پاشین بیاییم منچول باف نرو ارزن امروز نرو منچول باف بمون دیگه خب هیوا چکار شما نرد نموشی این عدا یه چیزی برای خودش میگه ما منچول باف نمیدیم من پام از خونه بیرون نمیذارم آی کیو ما امروز باید بریم منچول باف ماهیگیری آها ماهیگیری برای چی گفتی بامشا؟ گفتم که ما باید بریم منچول باف بله ما امروز باید بریم منچول باف آها تو امروز میخوای بری منچول باف من میگم که میخوایم از زنگ بزنم به ددی بعد بگم که به شما مرخصی بده امروز آخه اگه ددی هم بگه که ما امروز نریم منچول باف ما باید بریم ما هم متعهد به کار بله بله ما متعهد به کاریم کیه؟ عدل بگو کیه؟ کیه؟ بله بابا اینم صبح اول صبحی حالا پیردوس کم بود فقط که از من میرم در رو باز کن خراب نکنی حالا من میرم در رو باز دوره گن نزن من میرم در رو باب شم بله تو امروز میخوای بری منصول باب بله آقای بام شد باور کنی که ما به هیچ کس نمیگیم اگه شما راستشو بگینا بام شد منو نگاه نه بام شد ما میخوایم بری منچول باف منو نگاه نگاه نیم کنم سلام علیکم خوب از جانم چیه اردر جان دستم به دامنت چی شده قربونت برم ببین این کوروش داره آبروی منو میبره این بچه
اصلا نمیدونه با زنش چریختی صحبت بکنه آخه. پیردوس جان قربونت برم، ما اینجا نشستیم داریم زندگیمونو میکنیم، خودمونم هزار جور مشکل داریم عزیز. اردل جان، کوروش رفیق شماست. بله. این بچه دوزار به اندازه دوزار مسائل زندگی مشترک رو نمیدونه، اصلا نمیدونه چه رقی باید بازانه صحبت بکنه. حالا همین مونده که ما بیاییم با به کوروش مسائل زندگی مشترک یاد بدیم دیگه. اردل جان، ازت میخوام باهاش یه جوری صحبت بکنی، این که اصلا همه حرف شنوی که نداره. بله. یه جوری باهاش صحبت بکنی. بله. بیاری شاید حرف تو رو گوش بکنه. بله. یه جوری راه و رسم زندگی رو یادش بدی. بله. اردل جان، خب ببین میگم پیر دوست چیشو؟ ما الان داریم میریم منچول باف. آه میگم کوروشم با خودمون میبریم. خب تو راه رو مخش کار میکنیم، راه و رسم زندگی رو بهش یاد. اجازه میدی بیا؟ الهی قربونه، من ازت خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ببین من غیر از تو کسی رو ندارم که، ولی ازت خواهش میکنم این بامشاد از موضوع چیزی نفهمه ها. اون وقت میگه شوهر خواهرم هیچی نمیدونه، آبرو ریز شلوغ کن، اون وقت آبروی ما رو میبره. تو خیالت جمع باشه، من میندازمش تو مسیر زندگی کوروش رو. دست درد نکنه. یعنی الان ستایی که میریم ماهی چیز منچول با قشنگ من حالیش میکنم چجوری باید زندگی کرد. آره قربونش دیگه، دست درد نکنه. بابا من چه میدیدم و گیر میدیده، ما داریم میریم منچول باب دیگه. عدد چیه بابا، چی شده بابا؟ این ایالمون ببین چی میگن اینا، به ما شک کردن که ما برای منچول باب و اینا شک کردن. آره. یک مطلبی رو من خدمتون عرض کنم، همین شک های بیمورده که پایه ها و اساس یک زندگی مشترک رو سست میکنه. راست میگی اردم؟ بله واقعا همین شک های بیماری که پایه های زندگی رو سست و... لازم نکرده تو یکی راجع به پایه های زندگی حرف زنی. راست میگن، پاشو برو آماده شو، مگه نمیخوایم بری منچول باف؟ چرا؟ پاشو. پنج دقیقه، خب پنج دقیقه دیازره. پاشو بودو. نگاه اینجا چراغا بگی، چراغا این مرده شور ترکیب تو ببرم با این رفتنه. اردی خان میگم شما دوتا همتونی یه نموره دارین مشکوک میزنین. اردن بله بله، به خاطر من امروز نرو منچول با فی زحمت. منم اصلا دلم میخواست به خاطر دل شما این کارو بکن، منتها آقای پیردوست اومد گفت کوروش منم با خودتون ببرید منچول با. خب چرا باید آقای کوروش رو ببریم منچول باف؟ خب دیگه کوروش چیز یعنی پیر دوست اومد گفت که کوروش بد حرف میزنه همین روزای اول زندگی مشترک با خانومش. حالا شما این هی داره سوتی میده. آها. گفت شما اینو با خودتون ببرید منچول باف، تو راه که میرین صحبت کنین باش، شما که تجربه زندگی مشترک اینا دارین اینو بیارینش تو مسیر همینجوری خونه و خونواده تو اون لاین. شما دوتا آقای کوروشو ببرید تو اون لاین، آخه نیست شما دوتا همتینی تجربه دار. بله موشی موشی، این مسئله الان خیلی رومانتیکه. عدد آقای کوروش بی تجربه رو تنها نذاری لطفا. خب ما به هر حال سعیمون رو میکنیم دیگه، هر کاری از دستمون در تجاربمون رو در اختیار کوروش میذاریم، به هر حال گرفتاری ما یکی دوتا نیست که. دست درد نکنه. آخه اینطوره نخواد کوروش، زشته زشت و چرخ هستیم، چرخ عقبش پنچره بی خیال. کوروش بی کوروش، به من میگی آقا من مرد این خونم. هر منکرش لعنت که تا مرد این خونه نباشید آقا کوروش. سه بار لعنت، چشمش کورشه که نتونه این مردونگی رو ببینه. قرارمون چی شد فردا؟ سنگک بی سنگک، همین. ببینم کوروش، نکنه تو صبح رفتی نون بگیری خدای نکرده سرت جایی خورده، یه اتفاقی برات افتاده؟ داره همین که رفتم تو صفحه سنگکی واسدم خودش کلی فاجعه بودش. چرا؟ اینا رو برش کن، من فردا میخوام برم ماهیگیری، خیالیه؟
نه اما ما امروز قرار داشتیم کلی کار انجام بدیم و کارای امروز انجام بدیم شاید فردا هم نتونی بری. باز هر زد باز اینو برو هر زد واویلا جه سلام علیکم منم اردل. سلام علیکم بفرمایید. یه تو در خونه من رو هوا زد. سلام علیکم خوب هستین؟ ببخشین من مزاحم شدم. خواهش میکنم خیلی خوش آمدین. خیلی ممنون. کوروش جان شما آماده شو میخوایم با هم بریم منچول باف. میخوایم برم اتمن نبود بریم چی؟ ببخش آها الان گرفتم من آماده شم. شما خوب هستین؟ ببخشید مازم. بله خیلی ممنون. خوب هستین شما. خیلی خوش آمدین. ببخشید امروز منچول باف خبریه؟ بله. نه. آقای پیردوست به من سپرد. گفت کوروش هنوز تو قالب زندگی مشترک شخصیتش نیفتاده. بله. شما اینو ببرین یه ذره باش حرف بزنین. این یه ذره سربراشه بیاد تو فاز زندگی مشترک. خیرتون بده آقای اردل. بله. خیلی ممنون از لطفتون. بله. بله. خواهش من. به هر حال اینه که ما باید تجربیاتمونو و یه سری اصول رو که دیگه بگیم دیگه. بله, بله. میدونین اصلا کوروش تو دلش که چیزی نیستش. نه. که اصلا صاف و ساده. بله. و اینا. اصلا من عرض کنم که زندگی واقعا پستی ها و بلندی هایی داره. یعنی هی مثلا در زندگی هی سیر نزولی و سیر یعنی پایین بالا سیر نزولی و سیر سعودی طی میکنه زندگی. بله. آدم باید یه جوری خودشو کنار بیاد. ماشاءالله هزار ماشاءالله شما اطلاعاتتون خیلی کامله آقای اردن خان. به هر حال ما زنداری و اینا رو تو این کارا و زندگی عیالواری و اینا چهار تا پیرن بیشتر از کوروش پاره کردیم منو بام شد. بریم کوروش خان میگم که من خیلی خوشحالم که شما داری با آقای اردل میری بیرون. خوشحالی؟ خب باش باش تا اموراتت بگذره. الانم من میرم میری تو آشپزخونه میشوری و میسابی و رفت و روب میکنی تا من برگردم آشپزی کن. فهمیدی؟ آقای اردل من دیگه سفارش نمی کنم. بله خیالتون راحت باشی. خواهش میکنم. چرا همچی حرف میزنی؟ چه اینجوری شدی؟ خودتون ما با امروز صبح گفتیم تو صف گفتیم گربه رو بیختا بیخت سرشو ببریم و ما گفتیم دیگه حالا نه تا این حد دیگه حالا دیگه اینجوری دیگه نه دیگه فکر میکنم از هم دوزاژه روز اول خوب بود انقدر دوزش الان خوبه. آره روز اول ها رفتی. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ سلام علیکم. درواز بود من همچنین اومدم تو حوصله سر رفته بود. خوش آمدیم بفرمایید. میگم که آقاتون تشریف بردن منچول باف. آره شما از کجا میدونین؟ البته میدونین گفتن حساب کتابای منچول باف به هم رو خورده یه مقداری بعد به کمک کوروش آقا یه مقدار حیاتی و مبرم نیاز دارن. بله اتفاقا اردلم به ما گفتش که خیلی به کمک آقای کوروش احتیاج داره. بله هر کی هم ندونه ما که میدونیم شوهره ما برای چی آقای کوروش رو بردن منچول باف. برای چی؟ خب برای اینکه وقتی شوهر آدم اهل خونه و زندگی نباشه بقیه ی آدم ها باید جورشو بکشن. ببخشید من مجده جون متوجه منظورتون نمیشم. مجده جونم زشته الان چه خبر؟ خیلی زشتی چیه منیش؟ ماها تک و تنها روز جمعه بشینیم خونه کتی که آقای کوروش اهل خونه و زندگی نیستن. مجده جون من از هر کس توقع این حرف رو داشتم غیر از شما. بعدش هم شوهر من اصلا کسی رو از را به در نکرده دلش هم اینه آینه میمونه. بله بله اتفاقا خیلی آقای آره آره آقای کوروش هیچی تا موقعی که مجرد بود شوهرامون از را به در میکرد میبرد ماهیگیری. حالا هم که متأهل شده یه جور دیگه باید جورشو بکشیم. حالا تو باز بگو آقای کوروش چی؟ مهربون. مهربون خوبه. یکی آقای کوروش مهربون خوبه یکی هم خرس مهربون. ببخشید من دیگه نمیتونم اینجا طاقت بیارم. ببخشید. موجی بهش بر خود را منم میخواستم بهش بر بخوره. اینا همین اول روزی باید کرکوپرشو درست حسابی قیچی میزدم. ایوا ببخشید من اشتباهی رفتم بیرون. آره در از اون طرفه. خوبه من خواهر شوهر شما. با اجازه. خداحافظ. منیز من به تو میگم این همچین یه نموره خونه تکونی میخواد تا بگو زشته زشته معنی
هیچ، پاشو برو یه چایی بیار. آره ببین جیج جان، دیگه سفارش نکنم، کوروش الان اول زندگیشه، میخوام یه خورده دور و برش رو خالی کنم. آره قربونش، بچسبه به زندگیش. آره عزیزم، خیالم راحت باشه، خداحافظ. پیدوسون سلام، کوروش کجاست؟ چیه بابا، چی کارش داری؟ ببین مدارک رالی مال تهران داکار رو من آماده کردم، توپه توپه، یه دو هفته با هم میخوایم بریم عشق و صفا و این حرفا. خلاصه اسی جان قربون اون هیکلت برم، بفهم تو دوروبر این کوروش رو دیگه قلم بگیر، چی میخوای از زندگیش؟ اون صاحب زندگی شده. کوروش رفیقمونه، نمیتونیم که ولش کنیم به همین سادگی دیگه. ای بابا سلام علیکم. سلام. ببینم کوروش رفیقت بود؟ بله. کوروش رفیق زنشه، رفیق زندگیشه. ای بابا جون تو هم با تو از زندگیش بکش بیرون، بذار به زندگیش برسه. ای بابا من کوروشو که از سر راه پیدا نکردم که به همین راحتی هم بخوام ولش کنم، که رفیقمونه بابا. باز رو حرف من حرف زد. ای بابا تو چی میخوای از جون کوروش؟ داد سر من نزن. مادر نزده کسی به من بگه چیکار کنم چیکار نکنم. ملتفت شدی حالا؟ ببخشید آقای استخان، شما چند وقته با این آقا کوروش ما رفیق هستین؟ چند وقتش خانم مهم نیستش. اینجا خانم ما با هم رفیقیم. آقا جون اینجا خانم محترم وایساده درست صحبت. ببخشید سی خان، من بعد یه چیزی رو همین اول رو کوپوسکنده خدمت شما توضیح بدم. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم اصولا من آدم روون و راحتی هستم، مهربونم، ساکتم، عصبی نمیشم، فقط یه چیزیه که منو خیلی عصبی میکنه. اونم اینه که احساس بکنم که تو زندگیم کسی میخواد دخالت بکنه، کسی میخواد بیاد همچین بگین اگه شوهر من از چنگم در بیاره. اینجور موقع ها وقتی عصبی میشم یه چیزی که دم دستم باشه بر میدارم، بعد دیگه همینجوری. ای بابا آقای پیردوست، بابا ما مخلص شما و آقای کوروش عیالشون هم هستیم. اصلا من کی باشم که بخوام کوروش رو ببرم رالی؟ اگه امری نداری با ما مرخص باشیم. همینه میخواستی؟ به سلامت. خوش هم اومد. نه خوشم اومد، خوشم اومد. یکی باید جواب این گنده بک رو بالاخره میداد دیگه. خواهش میکنم پدر جان، فقط باید ببخشینا، من یه مقدار جلوی شما کنترلم از دست دادم، عصبی شدم. خواهش میکنم عروس گلم، خیلی هم خوب کاری کردی. خب میدونین این اول کار من بالاخره باید یه جوری دم این آدم قیچی میکردم دیگه. من که نمیذارم کوروشو همینجوری از چنگم در بیارم. همین قربون تو عروس گلم برم که انقدر به فکر شوهرشه. خواهش میکنم. من لذت میبرم که میبینم یه همچین عروسی دارم. کیف میکنم. خواهش میکنم. خوبه این کار کاسبی خوبه، الحمدلله. یک نون و پنیر در میاد، زندگی میگذره دیگه. ببینم عروسم، تو چیزی احتیاج نداری بفرستم در خونه برا؟ خیلی ممنون والا، اینجا انقدر چیزای رنگ و رنگ هست که آدم نمیدونه کدومشو باید انتخاب کنه. سلام علیکم آقای جابری، حال شما؟ بابا جناب سرکار و خانم نوروز، حال شما خوب هستم؟ خیلی ممنونم، شما خوب هستین؟ مرحمت شما. چه عجب از این طرفا؟ روز جمعه حوصله من سر رفته بود تو خونه، گفتم بیام یک سر به دخترها بزنم. بله کار خیلی خوبی کردی. نبینم روز اول عروسی قیافه در همه بر هم شده باشه، چی شده؟ مگه معلومه؟ هیچی والا، یعنی میدونین واسه آدم حوصله نمیذارن که. آقای جابری این دوستای کوروشو که میشناسین، این اسینا رو؟ اسی ایکارس. بله خدا از دهنتون بشنوه، این آدم دست از سر این کوروش بر نمیداره. البته من یه چیزی به شما بگم، من آدم نیستم که به همین راحتی کوتاه بیام، من ادامه میدم حتی اگه بزرگتر از اینم باشه، بازم من چی؟ ولکن نیستم. بله البته صد البته، با این روشی که شما در پیش گرفتی به پای همدیگه پیر خواهید شد. خیلی ممنون، خدا از دهنتون بشنوه. از آقای داماد چه خبر کوروش؟ خوبه. البته منچول باف چطوره؟ منچول باف خوبه، روی برا هستم. خوبه. خب بله اگه منچول باف خوب باشه، خب 100% کوروش هم خوبه. میدونین چرا؟ چون که امروز آقای اردل، آقای بامشاد کوروش رو با خودشون بردن منچول باف. منچول باف تعطیله، من خودم الان اونجا بودم، کسی نیستم اونجا، تعطیل هستم. شما چی گفتی؟ من از چیزو خبر ندارم که. خب چیزا نه، من خبر ندارم. نه شما الان یه چیزی گفتی؟ نه البته شاید چیز رفته باشن و من اطلاعی نداده باشن، من شاید الان اونجا باشم. شما اونجا بودین امروز؟ کجا رو میگیری خانمه؟ این دفترچه تلفن موبایل من خیلی کامله، دارم منچول بافو میگیرم الان معلوم میشه. ای خدا اینا رو لعنت کنید، دوتا کسی جواب نمیده، هر غلطی میکنن اصلا منچول بافو خرج میکنن. ای بابا کسی جواب نمیده. البته ناراحت نباشین، میدونین کوروش موبایل داره. بعد من تو راهن احتمالاً. بله بله. الو کوروش سلام، حالت خوبه؟ کوروش شما الان کجایین؟ منچول باف
نه نه کار نداشتم نه خوش بگذره خوبه نه مواظب خودت باش نه خداحافظ خداحافظ من چول بافن که آقای جابری من امروز تکلیفم با این دختر خانمای شما روشن میکنم من سقف خونه رو امروز میارم پایین نه من توضیح میدم نه اجازه بدین شوهر من شوهر اینا رو از را به در نه یعنی البته من توضیح میدم ای خدا دیوانه توی خونه کم بوده یکی هم اضافه شد سب کن دختر جان اینا رو مجده کجایی؟ افا سلام علیکم مجده خانم شما اومدی تو الان مجده سلام احوال شما چه خبر خونه رو گذاشتی رو سرت مگه سر آوردی؟ بله کلی خبر براتون آوردم سر که آوردم هیچی کلی خبرهای خوشم آوردم چشم و دلتون روشن باشه حالا بازم بریم بشینیم بگین که شوهر من کوروش شوهرهای شما رو از را به در میکنه آخه رفته دو ساعت فکر کرده که بیاد یه جوابی به ما بده الان بس کن موشی چه خبر چی شده عزیزم بگو به ما هیچی آقایون شوهرهای شما شوهرهای فداکار شما شوهر من کوروشو نبردن منچول با آهان اون وقت از کجا اینقدر مطمئنی اونو که خب میتونن از آقای ددیتون که داره میاد سوال کنین چه شده؟ چه نبر شده؟ کجا رفتنی دوتا ابله باز؟ ددی، الهی که مجد قربونتون بره الهی که درد و بلاتون دوامپی بخوره تو سر من مگه خود شما امر نفرموده بودید که امروز این اردیخان و بام شد آقای کوروش برن منچول باف؟ بازی دوتا لولک و بلک بخاطر اسم منچول باف گذاشتن رفتن کدو گوری؟ ددیم شما بهشون نگفته بودیم برن اون دوتا ای خدا منو بکش از دست دوتا من راحت کن این دوتا نفهم روز معمولیش به زور بیان سر کار روز جمعه برن سر کار منچول باف بفرمایید فکر کردین که من میذارم آب خوش از گلتون پایین بره حالا هی بشینیم پوز شوهرتون رو بینم بدیم آخه از کجا معلوم که شوهر جنابالی شوهرهای ما رو اخفال نکرده باشه بردت باشه از شمایی گیری اگر اون دوتا نفهم ابله به اسم منچول باف گذاشته باشن ماهی گیری میکشم اون دوتا را جسدشون رو تو گونی تحویل شما میدم بله دادی این چه شوهرهایی بودن که شما برای ما گرفتی منیج شوهرهای ما حرف ندارن همه چیز زیر سر این آقای کوروشه باز میگه کوروش خانم محترم لطفاً پشت سر شوهر من حرف نزنین خانم محترم اصلا شوهر شما که همه اداش میشه دادش منه ها روز جمعه گذاشتم بیا میگم خیر سرم یک از یه طرف شوهر منه بعد اگر من از همچین مسئله با یه دقیقه گوش کن من این آقای کوروش رو اردن و بام شده من برمی نسخ آویزون میکنم آره ببین این دوربینرم برای فرستادم شنبه چکیشو برای من بده آره عزیزم حامد حامد بله من مطمئنم باز داری با حرف خودتو میزنی بابا مجده بابا اینا رو میشینیم دور هم جمع میشیم میشینیم این آدم صحبت میکنیم حل میکنیم قضیه رو ددی جان من باید به این بهنوش خانوم ثابت کنم که مقصر شوهر ایشونه من به شما ثابت میکنم که مشکل از کیه من میگم که یه خود الان پروانه ای باشیم خب همه میریم کنار رودخونه معلوم میشه چی به چیه نه یاد بگیری یک ذره یاد بگیری آقا اینجا چی شده چه خبره پدر جان تازه شما داری میگین چه خبره هیچی آقای اردلخان با این آقای بامشاد داداش بنده شوهر دستگل منو برداشتن رفتن دم رودخونه ببین بهنوش وسط دعوا نرخ تعیین نکن ددی ببین من هیچی نمیگم هر چی دلش میخواد ببینین من میگم که خواهش میکنم آرامش خودتون رو حفظ کنین الان میریم اونجا معلوم میشه شی به شیم مجده میگم که خب بالاخره ما فامیلیم دیگه منم حساس باشه برو بری منیت بیا جابری جان چی شده اینجا چه خبره چی شده هیچی یک مش خلوچل و هوچی رو دور خودمون جمع کردیم صبح تا غروب اینجا نشستم پاچه هم دیگر رو بگیرم بیا اینم یک روز جمعه ما که زهر ماره ما شد آخه چرا این عروس گل من چرا عصبانی بود آخه چی شده بود ای خدا ای خدا منو بکش منو بکش از دست اینا رو هلنگون من همینجا یک لحظه سیخ و تمن از دست اینا رو حد بشم جابری جان من نگران این کوروش هستم اون اصلا آمادگی ازدواج آخه نداشت آخه مرد حسابی این همه آدم عاقل و بالغ توی خونه هسته تو رفته به اردل لولک گفته که بره با کوروش صحبت کنه آخه من چه میدونستم آخه اینجوری میشه چه میدونستی؟ حالا بفرما باید زناشون برن اونا رو از اون ور آب جمع کنن وردارن بیارن خوبه؟ ها
حالا جابری جان شما بزرگی کن، این کوروش که حرف کسی را قبول نمیکنه که. شما باد موت سفیدتر احترام شما رو داره، بلکه باهاش صحبت کنی راه زنداری رو یه جوری نشونش بدی. آره قربونش. من که حرفی ندارم، باشه من باهاش صحبت میکنم. گرچه کوروش آدم بیشعور نفهمی است، حرف حالیش نیست، ولی خب برای که از من حرفی نمیداره من باهاش صحبت میکنم. دست درد نکنه، خیر ببینی ایشالله آقای جابری. حالا زنگ بزن بهش بگو بیا تا عیالش نرفته اون بره آب مچشو نگرفته. حالا میره لب آب. من میشه ای خدا میشه خوشبختی این پسر رو ببینه؟ سبکو زنگ نزن سبکو. چرا؟ بهش بگو که به او اردل و بامشاد نگه که زناشون داره میاد اونجا. میخوام که مجده منیجه اونا رو یک گوشمالی درست حسابی بدن، براشون خوبه، ویتامین داره براشون. پس من با اجازت برم. کوروش بابا جناب آقای پشندی بفرما. چه خلوت اینجا بیشی. خوبه خوبه از حالت؟ من مالا پسرم ببینم. نبود اینجا نیست اینجا. نه نیست. پشندی جان من یک سوال دارم، مرد مردونه جواب منو میدی؟ البته که جوابتو میدم. چرا نمیدم؟ تو به من بگو که این اردله پسرت ها چه جوری تربیت کردی؟ همینه بر من بگو. من تربیت کردم؟ من اصلا رنگش هم نهیدم که تربیت کنم. آه شما تربیت؟ همش میرفی بر اون بر. آه خودش تربیت شد. آه نفس اینجوریه. بگو بر شما هرچی تو سرمون میزنیم اینه آدمش بکنیم، آدم نمیشه. نه خیلی نمیشه. از نوع بشر نفس نیسته این جانور. الو خب باشه من میام. نمیام دیگه تا 10 دقیقه دیگه. آره باش نرو جایی. باشه من باید برم. تو لوس نکن بابا بی نمک. کجا باید بری؟ دوباره عروس خانم زنگ زدن؟ عروس خانم چیه؟ این چیزه، این جی جی بود. من باید برم یه کار واجبی دارم. خب بشین داریم سفرا میکنیم دیگه، اذیت نکن دیگه. آقا من یه کار واجبی دارم میرم زود برمیگردم. از اینجا تکون نخورین. برو بابا. این کوروشم اصلا آدمیه بابا. عدل رفاقت و صفا نیست واقعا. من واقعا لذت میبرم خودمونو میبینم، اینقدر به هم پایبندیم و دوست و رفیقیم. منم کلن وقتی رفاقت با یکی باز میکنم بابشو آتهشم. تو هم با تمام بلاهتی که داری دلم یه جورایی پیشت گیره. پدر این رفاقت بسوزی. آخه واقعا تو میدونی یه کاری کردی دل منم پیش خودت گیر دادی. چی شده؟ گیر کردی. حالا واسه این که بگی پایین اونا، واسه این که میگم بگی پایین، واسه این که تریپ رفاقتمون کامل بشه تو این آب و هوا و ماهیگیری و دیگه حالی به حولی. آره. یه دهن بخون. بی وفایی رو بخون بابا. بذار مقدمشو بیارم دیگه. نمیخوام برو سر اصل. بی وفایی. بفرمایید. حالا بازم میگین که شوهر من شوهر شماها رو از را به در میکنه؟ ای چیزه موشی، من میگم توی اشتباه شدین. آقای کوروش باید اونجا باشه الان. ببین منیت، این امکان نداره که شوهرای ما روز جمعه خونه و خونواده رو ول کنن پاشن بیان ماهیگیری. حتما این آقای کوروش زیر پاشون نشسته. آره بس که شما دارین حرف خودتون میزنین. ببخشید من همسر خودم رو خیلی خوب میشناسم. اون پاکتر و شفافتر و زلالتر از اونیه که روز اول زندگی مشترش رو ول کنه بیاد اینجا ماهیگیری. آخه نگی جایی تو بزا بهنوش، من خودم تا توی این قضیه رو در میارم. بامشاد اردن، حالا دیگه منچول بافو بهونه میکنی میای لو او ماهی میری برامه. من براتون توضیح میدم. آها این منو اخفال کرد. ببین بامشاد، تو فقط یک راه فرار داری و اون اینه که بگی کی امروز تو رو برداشته آورده ماهی گیری. آقای کوروش اعتراف کن، بگو آقای کوروش بوده. همین آفرین. کوروش ما رو مجبور کرد که بیایم اینجا ماهی بگیریم. بله بفرمایید. دیدی گفتم جدا؟ بله. پس اگر اینطوریه کوروش الان کجاست؟ کوروش چی شد؟ کوروش اینجا بود. اینجا بود. یهویی کاری پیش اومد سری رفت. آی کیو اینا که حرف ما رو باور نمی کنن. ایال من براتون توضیح میدم مفصل. در حقیقت این منو اقفال کرد.
اردن. بله بله. میتونه مکشم. جناب آقای بامشاد خان. بله. من شخصا خودم شما را سخت آویزون میکنم. این چیزایی که فرمودین الان برای همین لحظه. همین الان. بله. آهان. بیا منید. مکشم. وایسا بامشاد. وایسا بامشاد. بابا منو گول زدن. لعنم پسرم. بابا منو اخفالم کردن. قربونت برم پسرم. من خوشبختی تو رو میدونم. بابا من زنمو دوست دارم. میدونم میدونم تو زنم تو دوست داری. میدونم. بابا یردن بام شد. چرا اینجوری میکنم با من نامردا؟ با زندگی دو تا جوون دارم بازی. به زمین گرم بخورن جفتشون. امیدوارم دست به طلا بزنن خاک سرشه. حالا خودتا لوس نکن کوروش. خودتو لوس نکن. یه دقیقه برو تو جابری باهات صحبت داره ببین چی میگه. جابری با من چی کار داره؟ بابا جان من برو گوش کن. هر چی بهت گفت بگو چشم. چون تو رو خیلی دوست دارم اما فقط به خاطر هم. آره قربونش. برو ببین چی میگه. من خیلی دوست دارم. برو برو. خیلی ها یعنی خیلی برو برو. خوشبختی این پسر رو میخوام. جوان هستن این هانم. سلام علیکم. حالا شما داشتیم با من در خدمت چطوری آقای پشندی؟ خوب هستی؟ کورش جان بابا من تو را صدا کردم که بیا اینجا یک ذره من با شما یک صحبت هایی دارم بابا. بله من در خدمت شما هستم. بفرمید خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که اینه که شما همینی که رفتی از خانواده او بامشاد تپه زن گرفتی. بله. خودش آخر حماقت و بلاحت ها. این راه که تو میروی تو باقالی ها هستم. بله نه من به همسرم علاقه دارم آخه من زندگیمونو با عشق و علاقه شروع کردیم آقای پشندی. عشق علاقه؟ بله کدوم عشق علاقه؟ ما از زندگیمونو با عشق علاقه رفتار کردیم اینا. بله حالا برای یک قرون نخلبیا برای آبگوش لنگی بخونم پشندی جان. بابا من اینه صدا کردم که باهاش دو کلام صحبت کنم بره سر خونه زندگیش. میشه شما حرف نزنی یک لحظه؟ بفرمایید قربان. بفرمایید آقا. حالا من این خدمتتون بگم من اصولا به خاطر یک سری دغدغه‌های خاصی که تو زندگی خودم دارم دنبال یک ایدئال هایی بودم که این در واقع ازدواج کردم و خواستم که یاور زندگی به هر حال استاد بشه دیگه. بعد درد بگیری تو با یاور استاد. گوش کن که من چی میگم. اینجا تو رو صدا کردم که فای منو گوش کنی. بله بفرمایید من در خدمتم. بابا جان کوروش جان شما باید در زندگی با سیاست رفتار کنی. من وارد سیاست های من خواهش میکنم ازتون وارد سیاست. چقدر بیشعوره پشندی. نمیگی سیاست زندگی. بله میگم سیاست داخل زندگانی. باید بفهمی که با زنت چجوری با سیاست برخورد کنی. منظور من اینه. این حرفا رو من به اون اردل و بامشاد ابله هم گفتن تو گوششون نمیره. آها منظور این که سر اون گربه که میخوایم ببریم و با سیاست ببریم. مبارک الله. آها منظور من همینه. بله بله سیاست برخورد. خب اصلا حالا دیگه اینجوری که باشه که اصلا بله همین سیاست هم خودش راههای مختلفی داره. حالا خب بزن. بله بله پشندی جان تو هم گوش کن که خوبه برای زندگیت خوب هست. راه اولش سیاست کلامی هست. خب اگه زیاده من برم یه کاغذ قلمی چیزی بیارم که یه نوتی نه دارم. احمق جان همه جا گوش کن دو کلام حرف و حفظ کن. این که دیگه نوشتن نمیخواد. آیکیوش قد زیتون پرورده است. گوش کن که ببین من چی میگم. بله. راه اول سیاست کلامی است که بگی که چی میگی خوب صحبت کنی چه حرفی را که بزنی چه حرفی را که نزنی. بله. خوش زبان باشی یا اینا. حالا بله. ضبط شد. دومی راه دوم یواش بابا اگه من برای توضیح میدم. آهان لازم نکرده تو هیچیو برای من توضیح بدی. من به نظرم که به سوء تفاهمی پیش اومده ایزه بدین که حل میشه. اردل آقا بفرماتون به خواهم این مشکل رو حل میکنه. آره بامشاد برو تو. اردل برو داخل. خب بابا آخه ببذارین مذاکره میکنیم حل میکنیم. بامشاد درون وقتی ازت کلمت میخواد مؤدبانه بری تو برو تو. حتما باید توهین کنی. یه جوری میزنم صدای قزلالا ازت در بیاد. داخل داخل بفرمایید. شما بفرمایید. برو بفرمایید. منیت برو آخه درو ببند. میگم عجب گرفتاری هستیم. اینا که ما دعوت میکنن تو بچه دوباره پرتمون میکنن بیرون. خب آی کیو
باید ما بریم تو که بتونن دوباره پرتمون کنن بیرون. آها افتاد الان؟ آره. به به آقایون گربه کش، حالتون چطوره؟ صبر کن، سر تو هم عین همین بلا میاد. چهار روز صبر کن. سلام علیکم. اومدن خانم شما. باور بفرمایید، باور بفرمایید، من یه بدیهایی دارم. بله ولی انقدر اهمیت میدم به زندگیم و برای شما ارزش قائلم که هیچ کدوم این دوتا رو متوجه نشدم. بله من از همون اولش هم میدونستم که تو دل کوروش هیچ خبری نیست. بله اینه بغل ماشین دلش هست. بله دلش هست آینه میمونه. برای همین همون غذایی که دوست داری واسه امروز نهار پخته. خب دیگه بفرمین که بریم. خواهش میکنم بفرمین. شما بفرمین من بودم. یه ذره یاد بگیرین سیاست زنداری رو. من تو رو لهت یعنی من تو سلام علیکم. به 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 آقایان شما لولک و بولک. حال شما خوبه؟ خیلی ممنونم. خوش میگذرم. بفرمایین داخل پسرای گل. خیلی ممنون. ما همینجا راحت تریم. در بعد دعوتمون میکنن. بفرمایید دلمون هر بیاره. آره خانه خودت هانه بفرمایید. من بچری چی باشه من خواهش نه دادی جان این دل رحمتون من عاشق این دل رحمیتونم از بس شما مهربونین. اینا چرا همچین میکنن؟ نمیدونم. بله سلام علیکم. سلام. چرا اینقدر به جون هم میپرین شما دوتا؟ من تو رو من میدونم با تو حالا تو حالا صعب کن. نه حالا واسه من میتونم خانمم رو راضی کنم. خب که ما ستا بریم رالی هفته دیگه. آره پاریس تهران. آره نه تهران داکا رالیه. آره رالی. من عاشق این سیاستی که من میام با پس یا بر دیگه رالی استاده آقای گرفتی الان؟ من موافقم. من فقط میگم یه جوری با سیاست باشه که خیلی بهش فشارم نیاد. آره کاملا موافقم. میشه نه 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 گمبو تو دست یه هیانت برو 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 مغازه رو